این تحولات رو بررسی میکنیم با آقای علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. خیلی خوش آمدید آقای سعدزاده. جریان چارچوب هماهنگی امروز قرار بود که جلسه اضطراری تشکیل بده که نداد. از اون ور سخنگوی صدر گفته که پارلمان رو ترک نمیکنن، هر جایی رو که بخوان تصرف میکنن. عراق آیا به سوی جنگ داخلی داره پیش میره؟ نمیدونیم. خانم صادقی هم به درستی گفتن بستگی به برخورد این دو طرف داره، رهبران این دو طرف داره. فعالیت هایی شده، حتی اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس ایران چهارشنبه گذشته به بغداد آمده بود، این گروه های هماهنگی یا همون هشت شعبی ها رو میخواست اغنا بکنه که برید بشینید با جریان صدر یک توافقی به وجود بیارید، ولی مثل که قانی هم نتونست خودشو به اصطلاح بر نظرشو بر اونها تحمیل بکنه، چون بین خود این گروه ها هم اختلاف نظر است. ظاهرا گروه هماهنگی یک چیزی فهمیده و اون این که اون تصمیمی رو که داشت که آقای سودانی رو به عنوان نماینده به اصطلاح شیعیان طرفدار ایران معرفی کنه، باید از اون برنامه دست برداره و فعلا بایستی که ببیند آیا اصولا با آقای صد میتونه به توافقی برسه یا نه، که من احتمالش رو کم میبینم چون برنامه های دیگری آقای صد داره. یه مسئله دیگه هم هست، این طرفداران شعبی هشت و شعبی باید از وسط این جمعیتی که الان شما دارید نشون میدید رد بشن، وارد پارلمان بشن. شما وقت میدونید صحنه رو تصور بکنید چگونه خواهد بود، به خصوصی که این نمایندگان این پارلمان کسانی هستند که 73 نفرشون به جای نمایندگان آقای صدر آمدن توی پارلمان بعد از که آقای صدر از پارلمان کناره گیری کرد. و دلیل اینکه الان شاهد یک چنین اعتراضایی به این شکل هستیم هم کناره گیری به یک باره جریان صدر هست از پارلمان، درسته؟ کاملا درسته. آقای صدر اعلام کرد که من از پارلمان کناره گیری میکنم چون موفق نشدم نخست وزیر رو به اصطلاح انتخاب بکنم چون با هم مخالفت کردن، ولی این به معنای خروج من از صحنه سیاست عراق نیست. الان هم یک خواسته بسیار بزرگتری داره، میگه اولا بایست این قانون اساسی که ما داریم عوض بشه، این قانون اساسی که بر اساس اون پست های پارلمان و دولت و ریاست جمهوری رو بر اساس وابستگی طایفه‌ای شیعه و سنی و کرد تقسیم میکنین، این باید عوض بشه، یک قانون اساسی مدرن جدید به وجود بیاد و یک پارلمانی درست بشه که دولتش دولت ملی باشه و اینجوری کارها بر اساس وابستگی طبقات تعریف نشه، وابستگی مذهبی. دوم این که میگه که با این پارلمان نمیشه کار کرد، بایست یک انتخابات جدید انجام بگیره. آقای الکاظمی نخست وزیر فعلی میتونه بمونه و به اصطلاح انتخابات آینده رو سازماندهی بکنه، ظاهرا احساس قدرت بسیار زیادی میکنه در سراسر عراق، همطور که گفتید یک کمیته تشکیل داده که در تمام شهرهای عراق تظاهرات بشه و فکر میکنه که میتونه اصلا توازن قوا رو در عراق تغییر بده. آقای سعدزاده چقدر بابت خواسته هایی که داره جریان صد افکار عمومی عراق رو میتونه با خودش همسو بکنه؟ چند درصد از عموم مردم در عراق باش همسو میتونن باشن؟ اکثریت مردم عراق باش هستن، یعنی با اینکه شیعه ها هم نیستن، با اینکه، ولی اون شعارهایی که میده، اولا از تحت نفوذ خارجی ما بیرون بیایم، دوما هشت و شعبی خل اصلاح بشه، سوما اینکه ما یه پارلمان جدیدی داشته باشیم و به خصوص اون چی که مهمه با فساد مبارزه کنیم. این حرفی است که تمام عراقی ها میزنن تقریبا به جز گروه های طرفدار ایران. سپاسگزارم علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما. مشکرم.